فقط دو روز تا انتخابات پارلمانی افغانستان. یکی گفت فقر را ریشه‌کن می‌کنم، دیگری گفت صلح سرتاسری می‌آورم. خانمی از عدالت گفت و آقایی از امنیت. یکی هم به شوخی گفت راهن کابل را به نیویورک وصل می‌کنم، اما خیلی‌ها باور کردند و به او خندیدند. در این سه هفته تبلیغات انتخاباتی در شهر و منطقه شما چه گذشت؟ فرصتی برای آشنایی با برنامه‌های نامزدها بود یا مجالی برای طرح شعارهایی که نه عملی است نه در حیطه اختیارات یک نماینده؟ اینجا هشتگ شماست. من ستاره سعیدی هستم. این هم راه‌های تماس با برنامه: ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و واتساپ و همچنین تلفن. اول از همه کمی با ساختار پارلمان افغانستان آشنا بشیم در یک ویدیوی کوتاه. پارلمان افغانستان از دو بخش تشکیل شده: مجلس نمایندگان و مجلس سنا. مجلس نمایندگان 250 عضو دارد، 239 نماینده از 34 ولایت، 10 نماینده انتخابی برای کوچی ها، 1 نماینده از اقلیت سیک و هندو. شمار نمایندگان هر ولایت به نسبت جمعیت آن تعیین می شود. 27% کرسی های مجلس سهم ثابت زنان است. رئیس مجلس از میان اعضا برای 5 سال انتخاب می شود. معاونان و منشی ها هر سال تغییر می کنند. صلاحیت های مجلس نمایندگان: قانونگذاری، تایید صلاحیت وزیران، استیضاح و رد صلاحیت وزیران و برخی مقام ها. مجلس سنا. مجلس سنا 102 عضو دارد. 34 نماینده را رئیس جمهوری برای 5 سال منصوب می کند. 34 عضو دیگر برای 4 سال از میان اعضای شوراهای ولایتی انتخاب می شوند. 34 تن دیگر از شوراهای ولسوالی برگزیده می شوند. تا زمان تشکیل شوراهای ولسوالی ها، این اعضا هم توسط رئیس جمهوری منصوب می شوند. مصوبات مجلس نمایندگان به تصویب مجلس سنا نیاز دارد. در صورت مرگ رئیس جمهوری و دو معاونش، ابتدا رئیس سنا و اگر او هم نبود، رئیس مجلس نمایندگان رئیس جمهوری می شود. بسیار خوب، با ساختار پارلمان افغانستان، پارلمان دو مجلسی افغانستان آشنا شدیم. حالا نگاهی بندازیم به پراکندگی نمایندگان مجلس نمایندگان در جاهای مختلف، در ولایت‌های مختلف، ببینیم به چه صورت خواهد بود. این نقشه‌ای هست از نقشه از ولایت‌های مختلف افغانستان. اگر برای بعضی از شما سواله که چرا ولایت غزنی با رنگ مبهم اینجا هست، به این دلیله که دولت افغانستان و نهادها به این نتیجه با هم دیگه به نتیجه نرسیدن که انتخابات در اینجا برگزار بشه به خاطر مسائلی که هست. مفصل میشه در این مورد صحبت کرد. غزنی برگزار نمیشه انتخابات، اما جای دیگه میبینید که به ترتیب هر کدوم از اینایی که میبینیم نشانه یک نماینده است. کابل بیشتر از همه نماینده داره، 32 نماینده و 1/4 زن خواهند بود. بعدش به ترتیب هرات هست با بیشترین نماینده، قندهار و بخ، و ولایت‌های کوچک هم هستن مثل نیمروز مثلا، با اینکه وسعت زیاده اما جمعیتش کمه، دو تا نماینده خواهند داشت و از این دو نماینده یکیش زن خواهد بود. علاوه بر همه اینها، کوچی ها 10 نماینده خواهند داشت در ترکیب همان 250 نماینده. یک نماینده هم از اقلیت سیک و هندو خواهد بود که حتی اگر یک رای هم بیاره، یعنی خودش هم به خودش رای بده، وارد پارلمان افغانستان خواهد شد. حالا بریم سراغ تلفن ها ببینیم چه کسایی پشت خط تلفن هستن. شهلا از کابل هست و احمد هم از هرات. با همین سوال شروع کنیم، با این سوال که آیا آقای خانم شهلا در انتخابات پارلمانی افغانستان در روز شنبه شرکت خواهید کرد شما؟ صد فیصد، به خاطر که من از قبل تصمیم داشتم که باید رای بدم، چون انتخابات هم از پروسه ملی فکر میکنم و میتونه انتخابات تغییرات زیاد را به زندگی سیاسی و زندگی اجتماعی مردم افغانستان بیاره. از این خاطر من از قبل تصمیم رای دادن داشتم و می خاطرم بود که من اولین کسی بودم که با تذکره مستقر گرفتم و آماده رای دادن است. شما به صورت قاطع میگید شرکت میکنید. بریم با هرات هم صحبت بکنیم، با احمد برگردیم ببینیم دلایل شما چقدر با هم دیگه فرق میکنه. آقای احمد، شما هم جزو کسایی هستین که با همین قاطعیت میگید رای خواهید داد در روز شنبه یا نه؟ با سلام خیر، من چون برداشتایی که از خود کمیسیون انتخابات و از بنیاد کمیسیون انتخابات دارم، این کمیسیون و تمام موضوعات نمایشی، یعنی تمام کسایی که در این هست، هیچ کدام تغییر نکرده، همینا بودن که رئیس جمهور به زور تقلب روی چوکی نشاندن و فعلا هم تمام مواد اساسی که از باید ژاپنی می خریدن چینایی خریدن و تمام جاها در واقع مدیریت شده. یکی از او ولایت ولایت غزنیه و این انتخابات و این رای گیری در واقع ارزشی نداره که من خود به کشتن بدم و به صحنه حاضر بشم و به این کنیسیونی که کلن تقلب است برم رای بدم.
ببینیم خانم شعلا میتونه شما رو قانع کنه یا نه. خانم شعلا به احمد بگید چرا باید شرکت بکنه در انتخابات مثل شما. ببینین اشخاصی که نمیخواین رای بدن و کار شخصی خودشان است، ولی ما فکر میکنم که اگر اینا رای بدن یا نتن این پروسه پروسی ملی است، ما ضرورت داریم، ما مردم هستیم که پروسه را به موافقت میتونیم به خاتمه برسانیم. ما در ضمن اگر مردم تقلب نکنن، اگر مردم به راستی برن رای بدن و مردم کمیسیون و نماینده را مجبور باید بسازن که صادقانه باید رای داده شود دلو تقلب بگیره، ما فکر میکنم خود مردم یک عامل کلان برای جلوگیری از تقلب هستن و خود مردم یک عامل کلان برای تقلب هستن. از این سبب من میخوام رای خود آگاهانه بتم. اجازه بدید خانم شعلا، شما از کجا مطمئنید که شرکت شما در انتخابات در روز شنبه به نگرانی هایی که احمد مطرح کرد پایان خواهد داد؟ شما میگید مردم خودشان میتوانند از تقلب جلوگیری بکنن، نگرانی احمد چگونه شما میتونید؟ تا حد بله کارهایی که انجام دادن در جامعه مدنی افغانستان، فعالین سیاسی افغانستان تا حدود 50% تقلبات از اگر از آدرس کمیسیون صورت میگیرید تو امکاناتش تا 50% محدود شده. لذا ما به امیدواری رای میدیم. اگر این بار ما به خاطر از اینکه تقلب وجود داره رای ندیم، پس پروسه به ناکامی بره، کشور ما به کدام وضعیت میره؟ نکته جالبیه. احمد از هرات، اگر این بار این پروسه به قول خانم شهلا با ناکامی پیش بره یا روبرو بشه، افغانستان چه سرنوشتی خواهد داشت؟ معلومه که این در واقع این انتخابات مدیریت شده توسط کمیسیون انتخابات است. مشخص معلومه که هر کس دل اینا خواست انتخاب میکنه، هیچ ارتباطی به رأی مردم نداره، فقط بیوده کسانی که به پای صندوق رأی میرن در واقع با مرگ خود بازی میکنن. این وقت بنیاد کمیسیون بعد از حدود 4 سال تغییر نکرد، وقتی که کمیسیون ریشه از تقلبی باشه و افراد ناشایست داخل از باشه چطور میشه اطمینان حاصل کرد که به سال فعلی ما بتونیم آینده خوبی در پیش داشته باشیم؟ این دقیق در واقع یک کار بسیار اشتباهیه که کسی میره رای میده. بسیار خب، من یک سوال دیگه از شما میپرسم، این همین سوال رو هم از خانم شعلا خواهم پرسید. صرف نظر از اینکه تقلبی بشه یا نشه یا اینکه شما اعتماد داشته باشید به روند انتخابات یا نه، پارلمان، دو دوره پارلمان در افغانستان داشتیم، اولش در سال 2005 برگزار شد، بعد 2010 و بعد هم حالا با 3 سال تاخیر امسال، چقدر بر زندگی شما به عنوان شهروند افغانستان تاثیر گذاشته؟ یا تغییری در زندگی شما، در امور مملکتی، در شهر شما ایجاد شده که فکر کنید در اصل عملکرد پارلمان یا نماینده شهر شما بوده؟ آقای احمد ببینید، خب همه نماینده ها رو نمیشه ما در واقع مجرم بشماریم، با یک چوب برانیم. مشکل در خود نظام است، مشکل در خود نظام است. در شهر ما روی زندگی ما هیچ تغییری نیامده. من به عنوان یک تاجر در اینجا زندگی میکنم که حدود تمام سرمایه ما به فنا رفته، تماما توسط دولت افغانستان، توسط مردم افغانستان، و هیچ ارتباطی به دولت و نظام ندارم. بنابراین یکی از کسایی هستم که بی‌طرفم، ولی اینا یه وضعی که به ما خدمت بکنه در واقع مار پوسکنده بگم خرق کرده. پس چی سودی داره که دوباره بیایم به اینا رای بدیم و اینا به چوکی تقلبی خود رئیس جمهور و اعضای دست ما دوباره اینا رو بلشانیم؟ جواب اونقدر قاطعی از شما نگرفتم. خانم شهلا، شما چه تغییری در زندگیتون احساس میکنید یا که فکر میکنید نتیجه عملکرد پارلمان در دو دوره گذشته بوده؟ من به عنوان یک شهروند تنها در مورد زندگی خود فکر نمیکنم، ما در مورد زندگی مردم افغانستان فکر میکنم. پارلمان افغانستان با وجود که مشکلات خود داشت، ولی از مثلا کارهای انجام دادن که او یک تغییری در زندگی مردم افغانستان بود. مثلا از این جمله خود آزادی بیان و نام از آنها به طرف افغانستان نهادی نشده میره. حتی کشورهای منطقه همسایه ما به این سطح که ما آزادی بیان داریم نداره. و بعض مسائل دیگه که موجودیت پارلمان باید یک رکنی از قوی دولت که میتونه دموکراسی را در افغانستان جاده بسازه، اگر این تانست یا نتانست ولی تمثیل کرد. ما مطمئن شدیم که اگر ما پارلمان بهتر از امروز داشته باشیم، میتونیم دموکراسی را حتی نهادینه بسازیم در کشور خود. لذا ما به امیدواری رای میدم. من فکر میکنم که ما فقط 50% که در نظر دارم، این 50% مداخله حکومت در مسائل کمیسیون مستقل انتخابات است. در غیر از اون کسایی که خود کاندید کردن، پلانهایی را که اینا توضیح کردن و خود 20 روز یک کمپاین مدنی سیاسی که صورت گرفت، این امیدواری های ما را بیشتر تر می شود. ولی من نمیگم که 100% بیشتر
نیک بود. اصلا افراد اشخاصی که هنوز هم به کمپاین مدنی سیاسی بلد نیستن. شما 50% احتمال تقلب و احتمال دستکاری میدید اما مانع شرکت شما نمیشه. اما احمد از هرات اون درصدی که فکر میکرد که ممکنه دستکاری بشه در آرای مردم و روند انتخابات بسیار زیاد هست تا جایی که حاضر نیست رای بده. ممنون شهلا از کابل و احمد از هرات. یکی دو تا توییت بخونیم. قناعتی گفته البته حرفهای خوب و آرمانی میزنن نماینده ها، چنانچه کاندیدان گذشته هم از این حرفا زده بودن، مردم آگاه شدن تا حدی که انشاءالله چند فیصدی بهتر از دوره قبل خواهد بود این پارلمانی که تشکیل خواهد شد. متاسفانه هنوز هم موضوع پول و خرید رای هست و همچنان مسئله قومیت مطرحه. مجید محمدی گفته در سمگیری انتخابات باید زنان و مردان از نقش مساوی برخوردار باشند، چون که ساختن یک نظام دموکراتیک بر اساس سمگیری تمام شهروندان در کشور در انتخابات هست. یک بیننده خوشبین. حالا بریم سراغ مهمان برنامه، عبدالله پیمان تحلیلگر سیاسی مهمان ما در استودیو هستن. آقای پیمان خوش آمدید به برنامه هشتگ شما. موانعی که در برسر راه انتخابات افغانستان تصور میشد همه تقریبا حالا یا موافق باشیم یا موافق نباشیم، به نظر میاد پشت سر گذاشته شده. بحث شب خفیت اینا به جای خود، بحث اینکه انتخابات سالمی برگزار خواهد شدن به جای خود سالم خواهد بود یا نه بین بیننده ها صحبت شد. تنها مانعی که فعلا تا زمان انتخابات ممکنه وجود داشته باشه به نظر میرسه مشکلات امنیتی هست. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم 10 تا نماینده کشته شدن و شمار زیادی از هواداران 10 تا نامزد و شمار زیادی از هواداران نامزدها. چقدر فکر میکنید تهدیدهای امنیتی جدی هست در انتخابات پیش رو؟ من فکر میکنم تهدیدهای امنیتی یکی از مهمترین عوامل بازدارنده انتخابات است. همون گونه که شما اشاره کردید تا چند روز اخیر تعدادی از نامزدان انتخابات به شهادت رسیدند و بسیار از هموطنان یا شهروندان ما هم در کنار آنها به شهادت رسیدند. گروه های تروریستی و نیروهای رادیکال و افراطی که در برابر دولت افغانستان و مردم افغانستان می جنگند به نظر من اجازه نمیدن که با برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه گامی در جهت تحقق یا نادیده شدن دموکراسی در افغانستان برداشته شود. به همین لحاظ اینا سعی خواهند کرد که حملات انتحاری خودشان را بالای مراکز رأی‌گیری و حتی حرکت‌های کمپینی نامزدان برا بیندازند و مانع گام برداشتن آنها در جهت طی کردن مسیر انتخابات پارلمانی افغانستان شود. باید منتظر باشیم ببینیم روز جمعه مانعی بر سر راه انتخابات برگزار پیش خواهد آمد از نظر امنیتی یا نه. اما سومین دوره پارلمان افغانستان خواهد بود. کسانی در این دوره شرکت دارند به عنوان نامزد، چهره‌های جوانی که احتمالاً در دوره اول در سال 2005 نوجوان یا شاید هم احتمالاً کودک بودند. با توجه به نسل جدیدی که در انتخابات شرکت داره، شما فکر می‌کنید که ما شاهد نسل جدیدی در پارلمان خواهیم بود یا همچنان نماینده‌های پارلمان فعلی یا پارلمان گذشته که در این انتخابات هم حضور دارن کرسی های خود را حفظ خواهند کرد به نظر شما؟ من فکر میکنم در برابر نسل جدید دو تا عامل بازدارنده قرار داره. یکی ورود سرمایه به عرصه رقابت انتخاباتی در مبارزات انتخابات پارلمانی و حتی ریاست جمهوری افغانستان است که طی یکی دو سه دوره ما عملا نقش اون را دیدیم. یکی هم حضور کسانی که به عنوان زورمند در محلات حضور دارند قرار دارند و اونها میتونن با توجه به موقعیت و جایگاهی که برای خودشان تهیه و تدارک دیدن در برابر نمایندگان قرار بگیرن که به عنوان نماینده نسل جدید وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شدن و میخوان خواسته ها و نیازها و مطالبات اونها را مطرح بکنن در فضای انتخاباتی افغانستان. از این لحاظ به نظر من دو فاکتور یا دو متغیر عمده است که در برابر نمایندگان به اصطلاح نسل جوان افغانستان قرار داره و فکر میکنم که اگر دولت افغانستان به مسئولیت‌های خودش و یا به اون شعارهایی را که به عنوان یک دولت پاسخگو در واقع دموکراتیک به مردم افغانستان داده عمل بکنه، یک به انتخابات آزاد و عادلانه تر و شفاف تر برگزار بکنه و با این دو عامل اجازه ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را به اون شکلی که بتونه سرنوشت انتخابات از افغانستان تغییر بده ندهد، به نظر من نمایندگان نسل جدید برنده انتخابات خواهند شد. برای اینکه با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و معرفتی که در عرصه‌های مختلف و گوناگون طی این چند سال اخیر پدید آمده، این نمایندگان هم
به از یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی من که آگاهی‌های جدیدی دارن، درس خواندن، تحصیل کردن و به لحاظ معرفتی در یک سطح بالاتری هستن و هم میتونن با جامعه خودشان، پایگاه اجتماعی خودشان یک زبان مشترک خوبتری برقرار بکنن و خواسته ها و نیازهای آنها را در سطوح سیاسی، در اونجایی که تصمیم گیری صورت میگیره، بیان بکنن یا برسانن. از این لحاظ به نظر من دو تا عامل فربه یا بازدارنده است به سر راه اینها، ولی اون بستگی داره به اینکه دولت افغانستان نقش خودش ره تا چه حد در زمینه مبارزه با این دو پدیده منفی ادا میکنه. شما پیشتر از شعارهای دولت گفتین، وقتی میگین کلمه شعار کلید واژه آدم میبره طرف شعارهای انتخاباتی که خیلی هم ازش حرف زده شده. شعارهای خیلی بزرگی زده داده شده در این سه هفته گذشته، امنیت سراسری، مقابله با فقر، عدالت، رفع تبعیض. بعضی ها از یک نماینده یک شهر احتمالاً انتظار نمیره، یعنی پروژه های ملی بندی هست مثل آوردن صلح، کاری که نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو و دولت افغانستان همه با هم دیگه دست به دست هم دادن در 17 سال گذشته موفق نبودن. فکر میکنید که نامزدها واقعا اطلاع ندارن از حوزه صلاحیت های یک نماینده یک شهر، یا عمدن شعارهای دهن پرکن عام پسند نمیدن برای جلب رأی دهندگان؟ من تا اونجایی که من موضوع را تعقیب کردم و میبینم و در شبکه های اجتماعی باستاب وسیب گسترده یافته، این است که برخی از نامزدان احتمال داره که به لحاظ فکری و به لحاظ تحصیلی و اندیشه‌ای در سطح باشه که آگاهی درستی از این مسئله نداشته باشن و بین شعارهای را مطرح بکنن که در حوزه صلاحیت ها و مسئولیت های اونها نمیگنجه. اما به نظر من تعداد بزرگی از این نمایندگان که تا اونجایی که من با نظریاتشان و آرایشان و رفتارهایشان در رسی سیاست افغانستان به مناسبات قدرت تا حدی آشنایی دارم، اینها دو تا موضوع بسیار هم دارم متوجه شدن. یکی مسئله عمده که اینها باید به مپردازن به نظر من مسئله قدرت است که یک عامل بازداننده است و یکی از متغیرهای بسیار فردی است بر سر راه توسعه سیاسی در افغانستان که تا به حال حل نشده و این میراث منفی است که نسل گذشته در سه قوا، یعنی نسل گذشته مربوط سه قوا برای مردم افغانستان به میراث گذاشتن. یکی هم مسئله هویت است که به یک مسئله سیاسی در افغانستان تبدیل شده که بس هویت یا کلان هویت یا هویت فراگیر ملی را در افغانستان باید حل بکنند، نه به این شکلی که الان داره ادامه می‌یابد و گروه های قومی مختلف در برابر هم دیگر قرار داده و اگر به درستی و بر اساس رأی یافته و راهکارهای علمی در افغانستان حل نشود و یک روش به اصطلاح عقلانی را به خاطر حل این قضیه در پیش نگیرن، به نظر من میتونه به یک موزل بسیار بسیار بزرگ تبدیل شود و حتی نظام سیاسی افغانستان را از رفتن در مسیرش باز بداره یا در یک جای که ما میبینیم تاریخ سیاسی افغانستان نشان میده باز دوباره دچار شکست بسازه و ما دور باطلی از شکست های نظام های سیاسی را در افغانستان بار دیگر تجربه کنیم. ممنون از شما عبدالله پیمان، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. بریم پیش از اینکه به بقیه برنامه بپردازیم چند تا پیام هم اینجا بخونم. ابوبکر مثلا گفته کارگردهای نمایندگان دو دوره قبلی اصلا ملموس نبود که مردم به مردم سالاری و انتخابات معتقد شوند، و محمد هم گفته رأی نمیده هم در انتخابات، چون وقتی رأی داده شد بعد از رأی یافتن همه فراموش خواهند کرد و اهمیتی به رأی ما نخواهند داد. خب همکاران ما در چند شهر افغانستان از مردم پرسیدند که آیا در رأی‌گیری روز شنبه شرکت خواهند کرد یا نه. بعضی از این نظرات رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. بله، در انتخابات ما شرکت میکنیم. ببینید، جوامع مدرن و جوامع توسعه یافته، جوامعی که میخواستن در سرنوشت جمعی خود تسلط پیدا بکنن و به خرد جمعی رسیدن، به پروسه های ملی خود احترام و ارزش قائل شدن. ما هم با تمام چالش های امنیتی، اقتصادی و تمام مشکلاتی که سر راه جامعه ما افغانستان هست، میخواییم در انتخابات شرکت کنیم، به دلیلی که ما بتونیم پروسه های ملی و پروسه های جمعی و برای تصمیمات جمعی و اراده آزاد خود ما بتونیم به نمایش بگذاریم و این پروسه های ملی بتونیم قوت بیشتر ببخشیم و اونها رو بتونیم تقویت کنیم. ما به انتخابات شرکت نمی کنم به خاطر که در پروسه های قبل که ما اشتراک کردیم کدام نتیجه خوب نگرفتیم و یعنی واقعا پیش وجدان خود ما شرمنده ایم که چرا کسایی را انتخاب کردیم که هیچ خدمتی به ملت نکرد. بعد شرکت میکنم به خاطر کازی که ما کسانی که به پارلمان رو پیدا میکنن حداقل افراد شایسته باشن، افرادی باشن که به مردم خود خدمت کنن، افرادی باشن که میان حکومت و دولت ارتباط برقرار کنن.
به می خاطر ما شرکت میکنیم که حداقل افراد باشن که به درد جامعه بخورن، به مشکلات این جامعه رسیدگی کرده بتونن. من نمیخوام به انتخابات شرکت بکنم، هیچ، به خاطر اینکه هیچ تضمین وجود نداره که انتخابات شفاف برگزار نشه. اگر به دلیل که در ما هنوزم شاهد هستیم زورمندا و کسایی که زورگو هستن بسیار زیاد حاکم هستن بالا کمیسیون انتخابات، من شخصا باورمند نیستم که واقعا انتخابات شفاف برگزار بشه. ما در انتخابات شرکت میکنیم به خاطر اینکه نفر و افراد و اشخاص را تعیین کنیم که در پارلمان موجود باشد و یک پارلمان خوب داشته باشد. ما میتونیم ما شرکت میکنیم چون ما شما خودمان کسایی هستیم که نماینده های خود را انتخاب میکنیم به خاطر اینکه سرنوشت افغانستان به دست خود ما رقم بزنیم. به همین خاطر ما دلیل شرکت کردن در انتخابات همین است که خودمان به سرنوشت خود را رقم میزنیم. یک پروسه ملی است اشتراک میکنیم به خاطر از اینکه تمام کارهای دولت و تمام پروسه دولت از طریق پارلمان نظارت و قانونگذاری بشه. بنام یک پروسه ملی است، باید همگی به خاطر از اینکه برای تعیین سرنوشتشان سهم بگیرن و به خاطر از اینکه یک پروسه ملی است، باید همگی اشتراک کنند. نظر شماره از شهروندان بود در کابل، مزار شریف و هرات. اما نگاهی بندازیم به بعضی از آمار ارقام این دوره از انتخابات افغانستان. 135 میلیون دلار هزینه بودجه به حساب انتخابات پارلمانی افغانستان خواهد شد. بخش زیادی از این بودجه توسط از محل کمک های خارجی تامین خواهد شد، مشخصا برای انتخابات افغانستان، نه از بودجه که کلا کشورهای مختلف هر از گاهی جمع میشن و قول میدن که کمک بکنن به افغانستان. 22,000 شماره دستگاه های بیومتریک هست برای تثبیت هویت رای دهندگان که برای اولین بار در انتخابات افغانستان اشاره میشه استفاده خواهد شد. برای خرید تعداد 20 میلیون دلار هزینه شده، هزینه که کمیسیون انتخابات افغانستان میگه که از هزینه خود کمیسیون تامین شده نه از محل کمک های بین المللی. و همچنین 54,000 شماره نیروهای ویژه تامین امنیت انتخابات افغانستان هست که در کنار بقیه سربازان ارتش و پلیس مشخصا اینها برای تامین امنیت مراکز رایگیری و رای دهندگان در روز شنبه کار خواهند کرد. حالا که صحبت از امنیت شد، یکی از مشکلات اصلی این دوره از انتخابات ناامنی و تهدیدهای مخالفان هست. در سه هفته‌ای که نامزدهای انتخابات مشغول تبلیغات بودند، حدود 10 نامزد همونطور که پیشتر گفتم و شماری زیادی از هواداران آنها کشته شدند، چون طالبان تهدید کرده که امنیت این انتخابات را برهم خواهد زد. و در این مورد مثلا سخنگوی طالبان گفته در اعلامیه هدف انتخابات، اگر اینجا بخونم بگم مفصل‌تر خواهد بود، گفته که هدف انتخابات پارلمانی فقط مشروعیت دادن به دست نشانده هایی است که صلاحیتشان را از قوای اشغالگر به دست می آورند، منظورش نیروهای آمریکایی هست. و گفته که تمام کسایی که در انتخابات شرکت می کنند و نامزدها برای ما هدف خواهند بود. در این مورد واکنش های زیادی بوده، از جمله بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که گفته هر نوع اقدامی که مانع مشارکت سیاسی و تضعیف روندهای دموکراسی شود برای ما غیر قابل قبول است و مغایر ارزش‌های قانون اساسی افغانستان خواهد بود. نظر بعدی از احسان قانه هست، باز هم در پاسخ به همین نگرانی‌ها. احسان قانه از کمیسیون هماهنگی برای عدالت انتقالی افغانستان هست، گفته نامزدها، رای دهندگان، رسانه‌ها، ناظران و اعضای نهادهای مدنی همه غیر نظامی هستند و کشتن آنها جنایت هست. و همچنین عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان با تاکید بر اینکه دولت باید امنیت و شفافیت انتخابات را تضمین بکنه، گفته میلیون ها باشنده کشور با وجود چالش ها در انتخابات نام نویسی کردند و برای رای دادن اراده جدی دارند. خب بریم سراغ تلفن ها. حالا که بحث امنیت شد، ببینیم پروین را از کابل داریم و همچنین راضیه از بلخ. خانم آقای پرویز، چقدر نگرانی هست، جای نگرانی هست برای شما احتمال حمله در روز انتخابات؟ اگر قصد شرکت در انتخابات رو دارید، آیا نگران هستید که ممکنه حمله ای بشه یا نه؟ بنام خدا، سلام بر شما، بر میلیون‌ها محترمتان. خود افغانستان از نظر امنیتی در حالت نادرست قرار دارم و یقین که شکنندگی امنیتی وجود داره. فعالیت های گسترده تروریسم در جنوب و چه مقصد در افغانستان در یه واقع به حولش رسیده، اما مردم افغانستان مسلمان بر رفتن به پای صندوق های رای هستن که ما ناگزیر هستیم نظام سیاسی ما را مبتنی بر اراده خود ما تعیین بکنیم. و در این حال مردم افغانستان دو انتخاب دارند،
یا پذیرفتن نظام مبتنی بر اراده تروریسم و یا نظام مبتنی بر دموکراسی. برام وقتی که انتخاب ما دموکراسی با قبول هر نوع چالش ناگزیر هستیم که با پای صندوق رای بریم و در انتخابات به شکل گسترده اشتراک کنیم. حتی تهدیدهای امنیتی هم برای مانع شما نخواهد شد. خانم راضی از بلخ، شما چطور؟ آیا نگرانی امنیتی دارید اگر پای صندوق‌های رأی نرید، یا اگر یا فکر می‌کنید مثل آقای پرویز هر مشکلی هست باید شرکت کرد؟ عرض حرمت دارم حضور شما و از اینکه آواز ما بشنوند. من به عنوان یک انسانی که حق دارم از حقم استفاده بکنم، نمی‌خوام پای صندوق‌های رأی برم و نمی‌خوام که یک بار دیگه به عنوان یک ملت گوسفندی بازیچه دست کمیسیون انتخابات و بزرگایی که انتخابات را به نفع خودشان رقم می‌زنند من قرار بگیرم و با رأی ما بازی شوم. من نمی‌خوام این کار را بکنم و تهدید امنیتی به شما ببینم در روزهای عادی وقتی نتونن امنیت را برقرار بکنن چطور می‌تونن در سایت‌های انتخاباتی بیاین دولت امنیت را برقرار بکنه و ضمانت جان هموطنان ما باشه؟ من حداقل متاسفانه انقدر بی‌باور هستم که اتفاقی رو خواهد داد. اگر در بلخ رخ نده در دورترین نقطه افغانستان حتما گپی خواهد شد. نظر پرویز از کابل شنیدین، معتقد بود که با وجودی که ممکنه تهدید امنیتی باشه، اما خب هدف بزرگی هست، مردم سالاری در افغانستان و باید شرکت کرد. افغانستان کشوری نیست که خالی از حادثه امنیتی باشه. من به نظر جناب پرویز احترام دارم و شاید بیشتری از هموطنان ما همینطور فکر بکنند، اما واقعا به خاطر چی ما خون ما را می‌ریزیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کسایی که حق ما به درستی حفاظت کرده نمی‌کنن، از کسایی که خون ما را می‌فروشن و می‌آیند وزیرای بی‌کفایت رأی اعتماد می‌دن. همین نظر شما را اجازه بدید به صورت سوال با پرویز مطرح کنیم. پرویز، جان خود را به خطر بیاندازید به قول مرضیه به خاطر چی؟ به خاطر کسایی که معامله می‌کنن بر اساس رأی شما؟ من به نظرشون موافق هستم که بله، تخلفات و تقلبای گسترده در انتخابات گذشته صورت گرفت، اما این نباید مانع موفقیت صندوق رای شود. شما تصور بکنید اگر در یک صندوق رای گنجایش 600 رای باشد، اگر مردم افغانستان 400 نفر اشتراک بکنه، زمینه میمونه که 200 رای تقلبی را کمیسیون بندازه. اگر برعکس شما 200 نفر اشتراک بکنید، زمینه میمونه که 400 رای تقلبی انداخته شود. ما میگیم که ساختارها در افغانستان معیوب هستند، ما باید اشتراک بکنیم که ساختارهای معیوب تغییر شوند. آقای پرویز، این پاسخ شما به اون قسمت شفافیت بود. راضیه میگه چرا باید جان خود را به خطر بندازیم برای انتخاب کسایی که معامله میکنن با رأی ما و مثلا به وزیرهای فاسد رأی اعتماد میدن؟ یقیناً که کل پارلمان افغانستان فاسد نیست، در میان از اونا یک بخش از وکلای خوب بودن، کارهای خوب کردن، اما اونا انگشت شمار بودن. بیاین ما با تصمیم منطقی، با اشتراک گسترده، با انتخاب دقیق میتونیم که یک سری از وکلای دقیق را با دانش و با تخصص را در اینجا به عنوان نماینده خود بفرستیم تا اونجا یک کتله عظیمی از افراد متخصص در پارلمان برای تصمیم‌گیری و سرنوشت ما در اونجا حاکم باشند. و اگر قرار باشه که ما اشتراک نکنیم، زمینه برای متقلبین و برای مفسدین بیشتر فراهم میشه و با یقین که بس سرنوشت ما تروریسم به شکل مطلق حاکم میشه. این هزینه از نظر شما هزینه شرکت نکردن در انتخابات خواهد بود. خانم راضیه از بلخ، نفع شما از شرکت نکردن در انتخابات چه؟ گیرم شما و خیلی ها مثل شما شرکت نکردید، این قطار بالاخره به راه خود شما ادامه خواهد داد و نماینده های وارد پارلمان میشن که ممکنه هم نظر شما نباشن، درست؟ من فکر میکنم حداقل من عذاب وجدان ندارم به خاطر انتخاب غلطم. من در گذشته رأی دادم و کسایی که رأی دادم به کرسی نشستن و متاسفانه بر من ثابت شد که اونا نتونستن به عنوان وکیل من از حق مردم بیچاره ما دفاع بکنن. من میخوایم یک بار دیگر شریک جرم شوم و درک داشته باشم در گناه وکیل هایی که میاین معامله میکنن، میاین در رخصتی ها به کشورهای خارجی سفر میکنن، میاین در 8 سالی که در پارلمان بودن یک بار هم مایک کشان از طرف بلخ روشن نشد و صدایشان را بلند نکرد. در تمام افغانستان برق اگر 2.5 افغانی هست، در مزار ما 6.5 افغانی میپردازیم و یک وکیل ما نبود که صدایش را بکشه که چرا باید برق
قیمت برقش بالا باشه. و همینطور دیگه هم مسائل مشکلاتی که در این اواخر در برق وجود آمد، یعنی ما وکیل نداشتیم که بیایم مشکلات داخلی حکومت وحدت ملی را با عطا محمد نور حل بکنه، داشتیم پس نکردن. وقتی نکردن چطور ما فرصت بدیم برای چهار تای دیگه مافیایی که میاین رای را در کمیسیون انتخابات میخرن و بعد از اون هم دوباره وکیل بشن؟ سپاسگزارم. شما باور بکنید امروز، بله باور کنید، از نامزد وکیل گذشته کسی آمده بود خانه به خانه کمپاین میکرد، کارتش را میده و انقدر یک حرف مسخره میزنه، فکر میکنه که ما واقعا ملت گوسفندی هستن. میگه شما فعلا بیاین به دفتر فلانی و بر شما کار رفتش میکنن، بر شما پول نقد میکنن. واقعا از فقر و بیکاری و بیچارگی مردم استفاده سو میکنه. همون وکیلی که 8 سال پیش حداقل تمام کارنامه‌اش پیش روشن بود، من بسیار با لحن زشت اون خانم رو از خانه کشیدم و گفتم حداقل بشه وجدان کار بکن که میدانی کار کردن، نه کسی که 8 سال گذشته کارنامه سیاهی داشته، مافیا بوده، پول سیاه را قاچاق کرده. حالا اگر کسی پیشنهاد پول کرده به مردم و در ازای رای دادن، فکر کنم یکی از مواردی هست که شما میتونید شخصا به کمیسیون انتخابات افغانستان گزارش بدید. اینکه رسیدگی بشه یا نه باز مسئله دیگری است. ممنون از پرویز از کابل و راضی از بخش. چند تا توییت بخونیم. اینجا رازق معصومی گفته رای میده همچون هیچ بدیلی به جز انتخابات نداریم، شرکت نکردن در انتخابات یعنی تن دادن به خواست مخالفان دولت. حامد گفته مردم نباید اجازه دهند در برابر چند هزار افغانی رایشان را بخرند. کاندیدانی که اقدام به خریداری رای کردن از همین حالا دست به فساد زده و این روند دموکراسی را تخریب می‌کنند. و مقیم مهران گفته برای من این انتخابات از این جهت حائز اهمیته که تقابل سیاست ورزان سنتی با سیاستمداران نسل جدید است، پس اشتراک می‌کنم و به کاندیدای دلخواه خود رای خواهم داد. خب مهمان دیگری داریم در برنامه، عادل محسنی فعال مدنی در استودیوی هشتگ شما هستن. خوش آمدید خانم محسنی به برنامه هشتگ شما. خیلی کلیشه‌ای ممکنه به نظر برسه که هر وقت ما زن می‌بینیم در مورد وضعیت زنان بپرسیم، ولی خب از شما نپرسیم از کی بپرسیم. این تبعیض مثبتی که هست که 25% نماینده‌های هر ولایت یا در کل افغانستان باید زن باشن، در دوره گذشته بوده الان هم هست، چقدر کمک کرده به بهبود وضعیت زنان یا حداقل شنیده شدن صدای زنان در افغانستان؟ خب گذاشتن سهمیه برای حضور زنان در عرصه سیاسی افغانستان نه فقط در پارلمان کار خوبی است، کار مثبت است. در تاریخ افغانستان که اولین بار بودن زنان را حمایت میکردن برای اینکه ادخل از خشونت سیاسی جلوگیری شود. من فکر میکنم که ما 3 دور قبل زنان را در پارلمان داشتیم که دور اول دوم انتخابات شد، دور سوم انتخابات نشد و در واقع دور سوم است که انتخابات میشه، ولی یک دوره را مرخم نمایندگان نماینده بودن. خب توقعات زیادی ما داریم از نمایندگان خود، ولی باید وضعیت افغانستان را در نظر بگیریم. یک جامعه ای که از هر نظر بیشتر از 40 سال در جنگ بوده و این جنگ واقعا خانمان سوز بوده و همه چیز خراب کرده، توقعی که ما از نمایندگان زن داشتیم در پارلمان حداقلش بود که اینا با سهمیه زنان وارد پارلمان می شدن. و طبعا توقع ما زنایی بود که باید بیشتر در ساحه‌ای که زنان می توانستن راحت تر زندگی کنن و به حقوق شهروندیشون برسن حداقل نایل شون، که متاسفانه چنین نبود. از لحن شما مشخصه که این اتفاق نیفتاد. اگر شما مثلا در افغانستان بودید به عنوان رای دهنده، سعی میکردید حتما به زن رای بدید به خاطری که ممکنه صدای شما از طریق اون زن شنیده بشه در پارلمان، یا نه نماینده انتخاب میکردید که برنامه‌هاش با خواسته‌های شما مطابقت داره؟ الزاما زن هم نه. من 100% به کسی رای میتونم، اصلا جنسیت برای مهم نیست که کارا باشه، توانا باشه و فرق نمیکنه برام که مرد باشه یا زن باشه. ولی ما میخوایم این رو بگویم که کسی که از سهمیه زنان وارد پارلمان شد در دوره های قبل، وقتی وارد پارلمان شدن مسئله زنان رو فراموش کردن. متاسفانه ما در وقتی که قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان یک مسوده وارد پارلمان شد، ما تعداد زیادی از زنان رو داشتیم که مخالف بودن با این مسوده و ما نتونستیم مسوده رو پاس کنیم و تصویب شود در مجلس متاسفانه. و این بسیار پروسه فعالیت زنا را در سطح افغانستان، جنبش زنا را بسیار ضربه محکم زده، چون ما 68 زن در مجلس دوم داریم در افغانستان.
در پارلمان داریم و 68 زن در طول 8 سال یا 12 سال وکالت خود نتونستن 68 زن را موافق با حقوق زنان بکنن که داخل ما اکثریت باشیم در پارلمان و بتوانیم مثلا قانون خانواده که نه تنها زن شامل خانواده است. وقتی ما قانونی را میخواییم در پارلمان تصویب بکنیم که برای حمایت از خانواده است، در واقع مرد هم از او مستفید میشه و نسل آینده ما که مربوط به زن و مرد است در یک محیط آرام زندگی میکنن. متاسفانه اینا دلایل آوردن که اینا قوانین اسلامی نیست و چون ما زنان مطالعه از اسلام نداریم نمیتونیم دفاع بکنیم که خب کجایش اسلامی نیست. و زنانی که در پارلمان است هیچ وقت پشت از این نرفتن که ببینن همین حقوق زنان در اسلام چی است و که بتونن یک دفاعی خوب داشته باشن. من دلخوری خود من به عنوان یک شهروند از وکلای قبلی زن که در پارلمان افغانستان بودی بود که حداقل یک بار به عنوان یک مسلمان، به عنوان نماینده تعدادی از مسلمانان زن باید میدیدن همه ترجمه قرآن شریف، میدیدن متون اسلامی را باید میدیدن و میدیدن که ما تا چی حد میتونستیم دفاع بکنیم و همین قوانینی که وارد پارلمان شد و پاس نشد تا چی حد واقعا غیر اسلامی بود. من میخوایم گوش زد بکنم به خاطر که گوش کردم صحبت شهروندان ای که ما به یک پروسه شرکت نمیکنیم، یک پروسه ای که ناگزیر هستیم از ای که شرکت بکنیم به خاطر از ای که ما و شما چاره دیگه ای نداریم. ببینید افغانستان در وضعیتی نیست که ما توقع داشته باشیم که 100% ما میتونیم دموکرات باشیم و دموکراسی واقعا در افغانستان وجود داره. وجود نداره. چیزی است که ما داریم تمرین میکنیم. انتخابات در واقع یک تمثیلی از دموکراسی و انتخابات اصلی است در افغانستان. شما ببینید ما تعداد جمعیت اصلی در افغانستان اصلا معلوم نیست چقدر است. نماینده ای که وارد پارلمان میشه با 20,000 رای وارد پارلمان میشه، در واقع نماینده چند نفر است و او 20,000 ممکنه که تقلب شده باشه. در بعضی جا حتی ممکنه با چند صد رای، بله با چند صد رای، حتی با 800 رای ممکنه وارد پارلمان شه و حتی با هیچ رای نمایندگان کوچی حتی اگر رای هم نداشته باشه وارد پارلمان میشه. همچنین از سهمیه زنا همینطور است، نماینده هنود همینطور است. اینا وقتی وارد پارلمان میشه اصلا معلوم نیست که نماینده چند نفر است واقعا. راهکار مورد نظر شما چی؟ بعضی از بیننده هم گفتن در پیام هم که خوانده شد گفته شد که آقا اینها رأی مردم به دست میارن، میرن وارد پارلمان میشن، معامله میکنن و کلا فراموش میکنن شورایی که دادن. راهکاری که به نظر شما میرسه که مثلا خب همین نماینده ها 5 سال بعد با دوباره بیان پیش خانه شما در بزنن رأی بگیرن، راهکار چی باید باشه که ببینید من به عنوان یک شهروند وقتی که خود را موظف میدونم که در یک پروسه ملی برای حمایت از سرنوشت فرزند خود و حمایت سرنوشت خود شرکت بکنم، این شانه خالی کردن که من در انتخابات شرکت نمیکنم. شما برو پروسه را حمایت کن، رأی تو سفید بنداز. یعنی شما با یک پروسه ملی که واقعا ممکن سرنوشت ساز باشه. جواب این نبود که راهکاری که نماینده پاسخگو باشه. مثلا نماینده به شما مراجعه میکنه، ستار سعیدی میگه شما به من رأی بدید، من قول میدم خیابان‌های شهر شما رو درست کنم. بله. مثلا بله. رفت به پارلمان، اصلا هم به این موارد توجه نکرد و بعد 5 سال بعد باز میاد از شما رأی بگیره. راهکار چیه؟ ای که شما فقط دفعه بعد بهش رأی ندید یا ای که نه یک جایی باشه که شما مراجعه بکنید بگه آقای ستار قولی که به ما دادی چی شد؟ ببینید وقتی که اصلا سیاست کلا یک منطق خاصی نداره، شما وقتی به عنوان یک کاندیدا در کشورهای پیشرفته وقتی یک کاندیدا شرکت میکنه خب وعده های زیادی میده به مردم. خب یکی تا چه حد وعده های خود عملی میکنه یا تا چه حد عملی نمیکنه این مربوط به کسایی است که به موکلین است که تا چه حد توجه میکنه. حتی زمانی که اونا نماینده هستن اینا میتونن برن پرسان کنن از ایشان. اگر که حق پایمال شده کمیسیون انتخابات است، اگر قرار است که با پول خریده شه کمیسیون انتخابات است و این جرم است. اگر که نه شما به حرف ی آقا اعتماد نداری، به حرف ی خانم اعتماد نداری، خب رأی نده ولی پروسه رو ضربه نزن. شما شرکت بکن، شما رأی تصفیت بنداز، ولی پروسه ای که واقعا حمایت میکنه سرنوشت افغانستان، سرنوشت خوبی را واقعا ما تمثیل میکنیم، باید این حمایت بکنیم. ما به نظام پادشاهی میگیم نه، به مجاهدین میگیم نه، به تروریست ها میگیم نه، پس چی؟ خب حداقلش همیه دیگه، همیه اولین رایه که ما میتونیم دمی را وارد شویم و حمایت بکنیم. یک سوال دیگه خیلی کوتاه جواب بدین به بقیه برنامه هم فرصت برسه. شما 3 تا روند برگزاری انتخابات رو و شعارهایی که داده شده تبلیغات رو هم پشت سر گذاشتین و دیدین، این دوره نسبت به دوره‌های قبل شور و حال و شعارهایی که داده میشه چقدر متفاوته، منفی یا مثبت؟ من فکر میکنم بیشتر مثبت است به خاطر که چهره هایی که من میبینم چهره های تحصیل کرده است و خوشحال هستم از این نظر. سپاسگزارم. عادل محسنی فعال مدنی در استودیو با ما بودن.
بسیار خوب. ایوب گفته تا به حال در هیچ انتخاباتی در افغانستان شفافیت نداشته و نخواهد داشت، برای همین اشتراک مردم فایده‌ای نداره، یک شهروند ناامید. شهزادی گفته در افغانستان تا دولت اصلاح نشه انتخابات فایده‌ای نداره، باز هم یک شهروند ناامید. لطیف گفته در افغانستان برای انتخاب شدن هزینه معیار نیست. احتمالاً منظورش این است که شما اگر برنامه‌های خوبی داشتید میتونید از مردم رأی بگیرید. بسیار خوب. از شما خواسته بودیم در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام که از خودتون یک ویدیو بگیرید با موبایل به این صورت و بگید که آیا در انتخابات روز شنبه شرکت خواهید کرد یا نه. بعضی از پاسخ‌هایی که گرفتیم از تلگرام با هم دیگه در یک ویدیو ببینیم. بهار استگار هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. میخوام به کسی رأی بدم که لیاقت این کرسی رو داشته باشه، غمگران نباشه، متعصب نباشه، صدای مردم باشه، به خصوص برای زنان جامعه افغانستان کار کنه، به درد همه ملت بخوره. امیدوارم کسی وکیل پارلمان بشه و به پارلمان راه پیدا کنه که به درد همه مردم بخوره، نه تنها زنان، بیشتر جوانان، چون جوانای ما خیلی زخم دیده هستن، خیلی درد دیده هستن، خیلی رنج کشیدن. امیدوارم کسی به پارلمان راه پیدا کنه که لیاقت این رو داشته باشه. من وحید الله اسدی هستم، در انتخابات اشتراک میکنم، آینده رهبر و نماینده خود را میخوایم خودم تعیین کنم. از همه مردم و زن و مرد میخوایم که به در انتخابات شرکت کنند و تا بتوانیم به سمت آینده نیک و فراتر برویم، چون رأی تنها رأی بیرون رفت از مشکلات است و از هیچ گروهی هم نباید ترس و هراس داشته باشیم. من نایب محمدی هستم، یکی از شهروندان کابل، و میخوایم که در انتخابات پیش روی شرکت کنم و به کسی رأی بدم که واقعا لیاقتش داشته باشه و از قشر جوانان ما باشد که بتونه صدای ما جوانان در پارلمان شد. جوابم بله است، زیرا رأی دادن نه تنها یک حق است بلکه مسئولیت ملی و وجدانی هر شهروند یک کشور نیست می باشد، چون که انتخابات یک از وسایلی است که مردم را در تعیین کشورشان دخیل می سازد و در پروسه انتخابات اشتراک مردم، خود اشتراک مردم تضمین کننده شفافیت نتیجه انتخابات می باشد و از تمامی مردم افغانستان خواهش داریم که در پروسه انتخابات پارلمانی اشتراک نموده و به کاندید مورد نظرشان رأی بدهند. نظر شماری از شهروندان بود از مخاطبان ما در شبکه‌های اجتماعی که خودشون برای ما فرستاده بودن. این کار رو همچنان میتونید ادامه بدید تا روز انتخابات، حتی در روز انتخابات. در روز انتخابات هم اگر بیرون رفتید، اگر شرایطش مساعد بود و امنیتتون به خطر نمیافتاد، از خودتون فیلم بگیرید و بگید کجا هستید، چه کار دارید میکنید و حال و هوای انتخابات در شهر شما چطوره. بریم دو تا بیننده داشته باشیم. اینجا مرجان از هرات هست و اسماعیل از بادغیس. خانم مرجان، حال و هوای این سه هفته در شهر شما چطور بود؟ آیا شعارهایی میشنیدید از نامزدهای انتخابات که مشکلات شهر شما باشه یا نه؟ شعارهای کلی که ممکنه خیلی ها عوام فهم باشه و خاطر خارج از حیطه اختیارات یک نماینده. با عرض سلام، در شهر هرات حال و هوای خاص جریان داره، مثل تمام شهرهای افغانستان. شعارها بعضی خیالی، بعضی دور از صلاحیت ها، ولی خیلی از کاندیدای ما داریم که برنامه دارن، ایده دارن، خلاقیت دارن، و من مطمئنم اگر ما رأی شعوری بدیم شاید چهره‌های جدیدی در پارلمان خواهد دیدیم و برای نهادینه ساختن دموکراسی کاندیدای جوان تلاش خواهد بودن. خب به کاندیداهای جوان اشاره کردید، فکر میکنید در پارلمانی که بعد از این انتخابات تشکیل خواهد شد شاهد حضور نسل جوانتری خواهیم بود یا نماینده هایی که در دوره گذشته بودن الان هم دارن تبلیغ میکنن برای رأی گرفتن در روز شنبه همچنان کرسی های خودشان را حفظ خواهند کرد؟ من قبلا اشاره نمودم، گفتم باید ما رأی شعوری بدیم، بستگی به رأی ما داره که ما چگونه رأی میدیم. درست دقیقاً کاندیدا امو وکیلای پارلمان که قبلا در پارلمان حضور داشتن از هرات، یک از خانوما که کلا به نظر من هیچ کدامشان نباید رأی بدیم چون چندان کار برای خانوما هرات ننمودن، ولی آقایون یکی دو نفر از کاندیدا میشه روی نا حساب کرد، کار کردن تا حدودی به هرات برنامه داشتن، ولی برای خانوما به عنوان یک زن ما میشه شعارم اینه که ما از همجنسان خود دفاع کنیم چون اونا همیشه مورد ظلم و ستم قرار گرفتم. ولی امروز میگم به این کاندیدا خانوما هرات خواهش میکنم به این خانومای گذشته رأی ندن، حداقل به چهرهای جدید خانوما رأی بدن، به جوانا رأی بدن، آدمایی که برنامه دارن. و ما داریم کاندیدای خلاق داریم در بین
الزاماً برای پیگیری خواسته های شما به عنوان یک زن معتقد هستید که الزاماً حتما نباید به یک زن رای داد، بلکه به کاندیدی که این برنامه رو پیگیری بکنه؟ نه خیر، به نظر من ما نباید اونقدر جنسیت زده باشیم که بیایم فقط به خاطر جنسیت ما بیایم انتخاب اوغلای خود زیر سوال ببریم. به نظر ما باید به شایسته سالاری رای بدیم، کوشش کنیم فرهنگ شایسته سالاری ترویج بدیم تا اینکه جنسیت زده باشیم. سپاسگزارم آقای اسماعیل در بادغیس. حالا هوای سه هفته گذشته شما رو به عنوان یک شهروند بادغیسی تشویق کرده در انتخابات روز شنبه شرکت بکنید یا نه؟ فضا انتخاباتی در بادغیس هم مانند سایر ولایات هم قسم پر جنب و جوشه و فضا هم میگی پر از پوسترها و تبلیغات و حرفهای انتخابات و تا حد حدودی طبعا مردم ها را اینا به سوی خود جلب و جذب میکنن برای رای دادن و ممکن افراد باشن که جذب همچه تبلیغات بشن و بخواهن که به کاندید مورد نظر خود رای بدن. شما چطور؟ شما جز این دسته هستید که تشویق شده باشید در اثر دیدن این تبلیغات و حال هوایی که گفتید که رای بدید؟ خود تبلیغات اکثرا جنبه ظاهری داره و حتی بعضی از کاندیداها ممکن خود آنها وقتی که این پوسترها چاپ میکنن تبلیغات نزده شده ممکن خود اونا معنا و مفهوم اون جمله که با مو پوستر اونا نصب شده یا چاپ شده اونا نفهمن، حتی خود کاندیداها، چرا که اونا اکثرا خود اونا دانش سیاسی کافی ندارن. میشه بگید چه شعارهایی داده میشه آقای اسماعیل، چه شعارهایی داده میشه که شما فکر میکنید که خیلی رویایی و بالاتر از حد و اختیارات نماینده است؟ خب نمیشه ما تا به صورت مشخص مثال بعضی ها هست که وعده و وعیدهای میدن که ربط به وظیفه و به همون ساختار کاری پارلمان نداره، چون نشان میده که دانش سیاسی در سطح کاندیداها بسیار پایینه، اکثر اونا حتی سواد خواندن نداره. طوری قبلا گفتم حتی همون نوشته هایی که اونا کردن حتی خودی آنها مفهوم همون شعار خود را نمیفهمند، چون یک مشکل جدی هست که اینا در آینده حتی میرن در پارلمان ما چیگونه میتونیم از اینا انتظار داشته کسی که معنای شعار خود نفهمه، اهداف خود نفهمه، ما چه قسم میتونیم به اینا ما امیدوار باشیم به همچون کسایی که اونا بتونن. آیا اسماعیل من جواب این سوال همچنان نگرفتم که آیا حالا هوا شما رو تشویق کرده که بخواید رای بدید؟ میخواید رای بدید؟ نه خیر، من خودم شخصا جلب و جذب هیچ شعاری نشدم و نه و ممکنم نتونم به انتخابات اشتراک کنم، اما مخالف اشتراک نیستم و طرفدار از این هستم که اگر شرکت نکنید. دلیلتون چیه؟ دلیل همین که حال هوا انقدر مناسب حال شما نبود، چهارهای جالبی داده نمیشد، نامزد مناسبی نبود، یا نه مشکل دیگه ای دارید با انتخابات؟ نه، چند دلیل عمده اینجا، یکی است که ممکن اعتماد به انتخابات نیست، ممکن انتخابات مهندسیش ممکن تقلبی در اینجا وجود داشته باشه، یک از دلایل امنیتی هم نقش داره، کاندیدای مورد نظر هم بسیار مشکله که شما بتونید یک کاندید مورد نظر انتخاب کنید و این چالشایی که هر جوان و هر کسی که یک میخواد رای بده، یعنی مشکلات همه پیش روی از او هسته. ببینیم این مشکلاتی که میگید پیش روی حکمت الله در فراه هم هست یا نه. با مرجان خداحافظی کنیم، نظر جالبی مطرح کرد، گفت الزاما نباید به زن رای داد اگر زن هستید. حکمت الله در فراه، آیا این چالش هایی که با اسماعیل نام میبره، احتمال تقلب و دستکاری در انتخابات، شما رو به عنوان یک شهروند افغان مانع شرکت شما در انتخابات میشه؟ اولا سلام به همه. ببینید اگر تقلب میشه اگر نمیشه، به خاطر که ما یک کشوری هستیم در از لحاظ دموکراسی در جهان یک کشور نوزاد گفته میشیم، ما دموکراسی و حق و حقوق را نوحن ما تجربه میکنیم. این مشکلات در هر کشور حق مانده هست، ما هم یک کشوری هستیم که در جهان سوم زندگی میکنیم، مشکلات ما با خود میبریم. ما میگم که صحیح ما 100% اگر تقلب نمیشه 50% تقلب هم شما، مگر 50% دیگر هم اگر ما با ظرفیت خود نماینده روان کنیم، هر یام یک پیشرفت یک امید بهتر برای آینده افغانستان خواهد بود. از طرف دیگر ما میگم که انتخابات که ما 8 سال پیش داشتیم و انتخابات فعلی که حال داریم، او انتخابات یک چهره دیگه داشت، مگر هیچ انتخابات فعلی یک چهره امیدوار کننده داره؟ در این انتخابات 8 سال پیش فقط چهارهای قومی بود، مذهبی بود، تمام کاندیداها به از لحاظ قومی میخواست رای بگیره، مگر در این انتخابات تمام شعارهای ملیگرایی است و اشخاص را ما دیدم که حتی تخلصهایی که قومی بود تخلصهای قومی خود دور کرده و اشخاصی بود که تخلصهای مذهبی داشت و متخلصهای مذهبی خود دور کرده، اونا هم شخصیتهای ملیگرایی خود نشان میده و در این 20 روز زیادتر کسا بود که پلانهای خود تشریح کرده. خودم شخص
خیلی از کسایی هستن که به قول شما پلانهای خود تشریح کردن، برنامه‌های خود تشریح کردن، بدون اینکه نام ببرید، آیا در این دوره 3 هفته‌ای شما با بررسی تبلیغات نامزدها به نتیجه رسیدید که میخوام کدام نامزد رو انتخاب کنم، یا قبل از این مشخص بود که به فلانی میخواید رأی بدید؟ نام نبرید لطفا. ما پیش از پارلمان امرای یک شخصیم آنقدر مخالفت بودم که ما مکمل امرای خود برخورد جدی داشتم، مگر امروز امرای هو شخص ما موافقه دارم که او باید به پارلمان بیاید. یعنی این که ما فهمیدم که او اشخاص دیگری که در ولایت فراه هست اونا به فایده ملت نیست، ما مجبور هستم که این شخص اگر مخالف ما است، یعنی آینده ما هم امرای زیاد خطر است، مجبور هستم که به خاطر ملت خود ایر انتخاب کنم. پس این حالت بر ما یک امید است که در افغانستان هنقدر هم یک جامعه پیشرفت کرده که حتی مخالف جدی خود میخواهد به پارلمان بیاره تا جامعه خود به یک آینده بهتر بکشانه. پس ما میگم که از یک طرف ما پارلمان جوان داریم، 80% جوان ها خود کاندید کرده، و از طرف دیگر تمام حالت یک حالت ملی‌گرایی در این پارلمان است. سپاسگزارم از شما. حکمت الله در فراه خیلی خوشبین، اسماعیل در بادغیس نه چندان خوشبین. قبل از خوندن چند تا توییت یادآوری بکنم که ما در روز شنبه همزمان با برگزاری انتخابات افغانستان برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. در طول روز از ساعت 2 به وقت افغانستان شروع میشه. ما هم در طول بوتن‌های خبری همزمان با پوشش ویژه خبرها در برنامه هشتگ شما برنامه‌های کوچولوی ویژه‌ای در از مشاهدات شما خواهیم شنید. سامی عظیمی گفته در انتخابات افغانستان افراد بیسواد و پولدار نامزد میشوند و با پول نظر مردم را جلب میکنند. این همه هزینه انتخابات چرا صرف آبادانی افغانستان نمیشود؟ و مجید محمدی هم که پیشتر خوندم احتمالاً شاید نظر دیگه‌ای داشته باشه، گفته یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه افغانستان پیرامون انتخابات مجلس نمایندگان اینه که حداکثر جامعه درست نمیدونن صلاحیت، مسئولیت و وظایف یک نماینده مجلس چیست. دقیقاً همین مشکل اساسی است که توقع مردم افغانستان را از نمایندگانشان به دور از صلاحیت‌های آنان هست. اشاره به شعارهایی که خیلی ها میدن اما نمیدونن که احتمالاً در راستای صلاحیت ها هست یا نه. خب ببینیم چه کسی رو پشت خط داریم. منصوره از بامیان و نیما از مزار شریف. خانم منصوره، بامیان معمولاً یکی از ولایت‌هایی هست که شاهد بیشترین شرکت کنندگان در انتخابات هست بر اساس به نسبت جمعیت خودش. فکر میکنید روز شنبه هم شاهد چنین حالتی خواهیم بود؟ عرض سلام دارم خدمت همه، تشکر. قسمی که در گذشته ما پیش قدم بودیم در قسمت اشتراک در پروسه انتخابات، اما برای روز شنبه ما فکر نمی کنم که به او حد دوباره به پای صندوق های رای بریم و با همون انگیزه آرای خود به پای صندوق های رای بریم. چرا، چه اتفاقی افتاده؟ ما در گذشته با جان و دل با منطقی که داشتیم، با انتخابی که داشتیم، آمدیم تا پای صندوق های رای و تقریبا پیشتاز همه بودیم، اما وقتی به آرای مردم احترام قائل نشدن و به آرای مردم اهمیت قائل نشدن، ما چگونه با چه دلی و با چه انگیزه ای به پای صندوق های رای بریم؟ در حالی که خالی کردن ارزش مشکل رو حل میکنه. خانم منصوره، برفرض که شما شرکت نکردید، فکر میکنید که کسانی که به قول شما چنین کاری کردن پشیمان خواهند شد؟ نه خیر، بستگی به تنها من هم نداره، اما حداقل خودم راحت می باشم. در دور قبل من خیلی عذاب وجدان حتی داشتم که من چرا با پروسه انتخابات شرکت کردم. در این دوره نمیخوایم او عذاب وجدان داشته باشم، چرا که وقتی اهمیت برای حقوق شهروندی و حق رای و انتخاب برای شهروند احترام قائل نیستن، بس چی ارزش داره که من برم بر مصلحت های اونا هیچ تاثیر گذار نیست، بر دخالت های حکومت تاثیر گذار نیست، پس من چرا باید برم رأی بدم؟ بسیار خوب، اجازه بدید همین سوال را از نیما، خانم نیما در مزار شریف بپرسم. شما هم معتقد هستید که وقتی رأی تاثیر نداشته و به قول منصور خیانتش در حق رأی مردم، نباید شرکت کرد در انتخابات یا نه؟ به نظر ما در پروسه انتخاباتی که در افغانستان کشوریست که دموکراسی را تازه تجربه میکنه، باید منعیس یک شهروند آگاه رفت و رای داد. با وجودی که ما میشونیم که رای های ما در گذشته ها مثلا حساب نشد، تقلب صورت گرفت، فساد گسترده ای که در کمیسیون های انتخاباتی ما وجود داشت و باعث دستکاری ها در وکلا و حتی
انتخابات ریاست جمهوری ما داشتیم. با خود یزیم با فهم یزیم ما باید منعکی از شهروند آگاه بریم، حضره خود استعمال کنیم و بدانیم که حداقل وکلای را به پارالبان بفرستیم که تا ای که صدای مردم شوند، آواز مردم شوند و از حقوق مردم دفاع کنند. به نظر ما باید حضره خود باید استعمال کرد. این منطقه شده را میکنه که ما انتخابات تحریم کنیم. وقتی که ما به انتخابات نرفتیم، به صندوق رای نرفتیم، رای خود استعمال نکردیم، زمینه تقلب گسترده تر میشه. بسیار خوب، متشکرم از شما. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که هست یک بیننده دیگر هم اضافه کنیم. ممنون از منصوره در بامیان. بیننده دیگری که خواهیم داشت نگین از فاریاب هست. خانم نگین، شما دو تا نظر داشتیم. یکی میگه که چون تقلب شده و برای ما ارزشی قائل نشدن نباید شرکت کرد. نیما معتقده که نباید در سر خالی کرد به خاطر این مسائل. شما کجای این قضیه میستید؟ با سلام خدمت شما و تمام دستندرکارانتان. ما با نظر خواهر ما موافق نیستم. کدام هر دو خواهر بودن؟ کدام خواهر؟ با خواهری که میگفتن من رای نمیتم چون برای ما منصوره در بامیان. بله با منصوره جان، بخاطر از که ببینین یک فرد تشنه به خاطر از که لیوان شکسته است عذاب خوردن دست نمیکشه. درست است؟ مثال جالبیه. ما اگر دفاع قبل با انتخاب وکلای نااهل و نادرست اگر اشتباه کردیم، میتونیم این بار تعقل بکنیم، فکر بکنیم با انتخاب یک وکیل درست با دید به تجربه کاری گذشتهش میتونیم یک شخص درست انتخاب بکنیم. این وکیل درست رو چجور انتخاب میکنید خانم نگین؟ بر اساس برنامه هایی که میدن یا با شناخت؟ نه خیر، برنامه هایی که میتن تنها مدار اعتبار نیست، چون هیچ کس در زمان کمپاین های انتخاباتی نمیگه که من هیچ کار نمیکنم، نمیگه که وقتی من رفتم به چوکی پارلمان نشستم به شما خدمت نمیکنم. همگی وعده های به حساب چرب و گرم میتن. با توجه به تجربه های گذشتهش، با توجه به تجربه کاریش، با توجه به این که واقعا آیا ای رای میخره، پول مصرف میکنه و یا نه تنها به خاطر خدمت به مردم کمر بسته. میشه نتیجه گرفت از صحبت شما که به کسی که رای میخره بنابراین رای نباید داد. متشکرم نگین در فاریاب و نیما در مزار شریف. یک بار دیگه یادآوری بکنم که روز شنبه چند تا برنامه هشک شما خواهیم داشت در لابلای پوشش ویژه خبری انتخابات افغانستان از بی بی سی فارسی. مسعود در فیسبوک فکر کنم گفته که تا دولت افغانستان سکولار نباشد مردم طعم دموکراسی و آزادی را نخواهند چشید. عبدالرحمن باز هم در فیسبوک گفته نسل جوان افغانستان برای ثبات کشور با اشتراک گسترده در انتخابات پارلمانی دموکراسی را در کشور خود تامین می‌کنیم. و دورنا گفته اگر من در افغانستان می‌بودم هرگز شرکت نمی‌کردم، چون اول اینکه جانم در خطر نمی‌انداختم، دوم اینکه این آدمایی که نامزد هستن ارزش رأی مرا ندانستند، احتمالاً کسایی که در پارلمان قبلی بودند. این نظر طولانیه، از سلطان بخونم. شخصا از جریان کمپین ها راضی نیستم. هر گوشه شهر پوسترهای رنگارنگ آلوده شده، سر و صداهای زیادی هم نزدیک شفاخانه ها به گوش میرسد. و ارمغان هم گفته ببینیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چه خواهد کرد، آیا دوباره از اعتماد مردم رو به دست می آورد یا خیر. همونطوری گفتم روز شنبه همزمان با پوشش ویژه انتخابات افغانستان در بی بی سی فارسی در چند برنامه کوتاه هشک شما نظرات و مشاهدات شما را خواهیم شنید. تا شنبه از طرف همه ما در هشک شما عزت زیاد.